ابوالقاسم عارف همان شاعر وطن پرست تصنیف‌ساز و آهنگسازان شهید که نامش در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران به حفظ رفت. آنها که آواز عارف را شنیدند میگویند حنجره داوودی داشت. این برنامه به یاد شادروان عارف تنظیم گردیده. یه واژه یا یه اصطلاحی در مورد در موسیقی هست به نام خنیاگر. بهترین شکل ارائه موسیقی اینه که موسیقیدان خودش بسازه، بسرایه، شعرش رو خودش بگه و مجری هم خودش باشه. عارف قزوینی خنیاگره. ساز نمیزده اما میخونده. صدای دودانگ بسیار خوبی داشته. شعر مال خودش بوده، آهنگ مال خودش بوده و خودش هم رو صحنه اجراش میکرده توی کنسرت ها. کلام آمیخته با آهنگ او وقتی با لحن خوش و زیرایش ادا می شد چنان در دل می نشست و نیز به شرایط می رسید که قطرات خون شنونده را با بهشتین رایحه‌ای معطر می ساخت. شایع بود که می گفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رو می آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن. عارف وقتی تصنیف می ساخت روند ملودیشو از ابتدا تا انتهای تصنیف بر پایه حرکت در مقام‌هایی قرار می داد که شکست پرده نداشته باشند و بشه به سهولت اونها رو خوند. مثلا اگر در آواز دشتی تصنیف می ساخت دیگه وارد قسمت اوج نمی شد. برای همین برای مردم بسیار راحت بود که این رو پیگیرانه زمزمه بکنن و بلافاصله یادش بگیرن. در دوره‌های جدید متاسفانه اینطوری نیست. یعنی الان شما وقتی به کنسرت ها میرین یا سی دی ها رو میخرین آهنگسازا طوری عمل میکنن که انگار میخوان به همه امور در یه تصنیف بپردازن. یه دستگاهی رو شروع میکنن، سگاه رو درآمدش رو میزنن، قسمت زابلش هم میسازن، مویش هم میسازن، یعنی شما در مجموع چیزی از این تصنیف به یادتون نمیمونه. طبیعی هم هست، حافظه ها کند شده و این تفاوت تصنیف در دوره قاجار هست با تصانیف امروزی. در یکی دو مقام بیشتر اونها حرکت نمی کردن و ملودی می تونست روونتر به ذهن بشینه. دل هوس سبز و صحرا ندارد. تأثیر شعر عارف در صمیمیت و سادگی و بی تکلفی و طبیعی بودن کلام اوست که هیچگاه حال و حقیقت را فدای صنعت و زینت و ظواهر شعر ننمود. تصنیف‌های عارف همیشه اینطوری بوده که 5-6 بند شعر متفاوت رو اما با همون سبک و سیاق ملودی خاص در نظر می‌گرفته که یکیش در برگیرنده مضامین اجتماعی سیاسی بوده، یکیش تغزلی و عاشقانه بوده. مثلا اگر همون تصنیف معروف از خون جوانان وطنش رو توجه بکنید این قسمتش سیاسیه، اجتماعیه، اما همین شعر یک بند دیگه داره که به صورت تغزلی و عاشقانه است. هنگام میو فصل گل و گشت و جانم گشت و خدا گشت و چند من شد. عارف گویی همیشه دل بر کف دارد و برای نثار به خوبرویان آماده است. خود عارف هم بدین معنا اقرار دارد. از کفم رها شد قرار دل، نیست در کفم اختیار دل. از کفم رها شد قرار دل، نیست دست من حبیبم اختیار دل، عزیزم اختیار دل. یکی از وجوهی که مثلا تصانیف عارف داشته و میتونسته خیلی زود پراکنده بشه بین مردم این که در تصنیف از تحریر استفاده نمیکرده. چرا؟ چون مردم عادی که تحریر ندارن. تحریر چیزی که باید در ساختمان حنجره
انسان وجود داشته باشه تا بتونه یه خواننده توانا بشه. مردم باید بتونن تصنیف ها رو روان بخونن. در تصانیف عارف همونطور که گفتم نه به مقام های متعددی مدگردی میشه نه از تحریر آنچنان استفاده میشه. عارف از تعصبات خوش و بیجا، خرافات و تلون عقیده، درویی، تملق، بوقلم و صفتی و رنگ و نیرنگ و ریا بیزار و سخت عصبانی بود. به تلخی از مردم یاد میکرد که پروانوار به دور کسی که در قدرت و شهرت هست میچرخند، ولی به هنگام سردی و بیبرگی حتی یادی هم از اون نمی کنند. عارف قزوینی توی دیوانش میگه زمانی من شروع کردم به ساختن تصنیف ملی وطنی که تصنیف، ببخشید من نمیتونم لفظ خودش رو به کار ببرم، یه کمی سعی میکنم که ملایمترش بکنم، که یا تصنیف برای زنان خیابانی ساخته میشد یا برای ببریخان گربه ناصرالدین شاه. اگر استیلای سیاست آن روز بیگانگان و مداخلات ناروا و مظالم آنها را در نظر آوریم، در رأی العین می‌بینیم که بیشتر رمز حزن‌انگیز بودن غزل‌ها، ترانه‌ها و آهنگ‌های عارف در چه نهفته است. خاصه که به این عقیدت هم باشد. از آن ملت هم که هیچ کارش به غیر ناله و آه و فغان نبوده. صورت اگر من بخوام یه نظر کلی بدم، واقعیت اینه که هنوز هم در تاریخ موسیقی ما غیر از معدود آثاری که شاید بشه به تعداد انگشتان دست ازشون یاد کرد، هنوز هم قدرت تصنیف سازی و ملودی پردازی به ظرفیت و قدرت دوران عارف و علی اکبر شیدا نمیرسه. برای همینه که هنوز هم اینها وقتی اجرا میشن باز هم شنیدنیان و انگار به روز هستن. تصانیفی هستن که مثل شعر حافظ تاریخ مصرف ندارن، به روز هستن. همیشه میشه اینها رو شنید و لذت برد، فارغ از این که خب موسیقیدانان معاصری داریم، مثلا آقای لطفی تصنیف به یاد عارفش همیشه شنیدنیه. آنچه به سم رسید به یاد شادروان عارف تنظیم گردیده.